آقای مراد تاهباز 69 ساله ایرانی چند ملیتی زندانی در ایران که به بیماری سرطان هم مبتلا شده به اعتصاب غذای خود پایان داد. حکومت و عدل اسلامیش او را به 10 سال زندان محکوم کرده بود. خانم ترانه تاهباز خواهر این محکوم زندانی گفته آزادی او هم با خانم نازنین زاغری و آقای انوشه آشوری هماهنگ شده بود و تفاهم برای آزادی هر 3 نفر آنها بود. خواهر آقای تاهباز گفته برادرش هم به کووید مبتلا شده و هم به سرطان و اکنون 40 کیلو وزن از دست داده است. در پایان اگر خواهر آقای تاهباز نگفته و نمیگوید، هستند کسانی که باور دارند سرنوشت او به امضای برجام گره خورده است. آقای مراد تاهباز صاحب 3 فرزند است. در خبرهای دیگر، در درجه اول خبرهای بین المللی، مسئله نفت، تولید و صادرات آن مطرح شده است. عربستان و روسیه هر دو عضو اوپک مسئله تازه‌ای را مطرح می کنند. اوپک شامل 13 عضو است و اگر زمان ایران حرف اول را در اوپک می زد، امروز این عربستان است که نبض موضوع را به دست گرفته است. اوپک و در رأس آن عربستان حاضر نیستند تولید نفت را بالا ببرند تا قیمت نفت کاهش بیابد. در هفته اول حمله روسیه به اوکراین قیمت نفت به هر بشکه 139 دلار رسید. در موازات خبر این که عربستان میگوید آماده و مایل است بین اوکراین و روسیه برای پایان دادن به جنگ میانجیگری کند. جالب این که همین ساعت پیش روسیه گفت مذاکرات استانبول هیچ درب بسته‌ای را باز نکرد. آرمین عارفی تازه ترین مقالش در سایت نشریه لوپوان را در این ارتباط نوشته که عربستان و امارات حاضر نیستند حمله روسیه به اوکراین را محکوم کنند. تحریم‌های خواسته شده امریکا علیه روسیه را به اجرا در نمی‌آورند. آرمین عارفی می‌گوید این سرپیچی تقریبا در غرب بی سر و صدا مانده است و این در حالی که 5 هفته جنگ در اوکراین، عربستان شاهد پرتاب 16 موشک از سوی حوثی‌ها به کشورش بوده است. اوکراین متعهد شد که هیچگاه پایگاه خارجی را در کشورش نپذیرد و هرگز به عضویت ناتو در نیاید. در ارتباط با اوکراین تحلیلگران سیاسی میگویند امکان و زمان دیدار آقایان پوتین و زولانسکی بیشتر شده است، حتی اگر روسیه میگوید دیدار در استانبول بی خاصیت بوده است. بریتانیا گفته ما دیگر پوتین را با رفتارش میسنجیم و نه گفته هایش. آقای پوتین هم بعد از گفتگوی تلفنی دیروز با آقای مکرون اظهار داشت ناسیونالیست های اوکراین باید اسلحه خود را به زمین بگذارند. در ارتباط با برجام، آقای انریکو موروا در پایان سفر 2 روزه‌اش به تهران اینک با 3 آمریکایی از جمله خانم ویکتوریا نولاند و همینطور آقای باب مالی و در ضمن با فردی آشنا به خاورمیانه آقای برت مکگورگ ملاقات خواهد داشت. آقای مکگورگ تنها 1 هفته است که به خواست آقای بایدن مسئولیت جدیدش را در کاخ سفید به عهده گرفته است. در دیگر خبرهای منطقه لازم است به سفر 2 روزه آقای لاوروف به پکن اشاره کرد که هر بار مثلث امریکا، چین، روسیه 2 ضلع علیه آن دیگری متحد می شود، قانون هندسه می گوید آن 2 از این 3 بزرگترند. می گویند موضوع اصلی دیدار افغانستان است، یعنی 7 دولت چین، پاکستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان. گفته شده قرار است وزیر خارجه طالبان آقای امیرخان متقی هم به این جمع بپیوندد. جالب است که بدانیم مرز چین با افغانستان فقط 76 کیلومتر طول دارد. این عکس و خبر از تایم اسرائیل است که میگوید هواپیماهای شکاری F-15 اسرائیلی یک بمب‌افکن 52 امریکا را در آسمان اسرائیل بدرقه می کنند. این هواپیما به سمت آبهای خلیج فارس در حرکت بوده است. و در پایان مراسم خداحافظی در ارتفاع 400 کیلومتری در ایستگاه فضایی و سپس آوردن یک فضانورد امریکایی
و دو روسی توسط یک سفینه متعلق به روسیه که به سلامت بر زمین نشستند. جنگ ستارگان یک قصه زمینی بود که فیلمش را ساختند، وگرنه در فضا صلح و صفا برقرار است.